دوستان سلام سرکه سیب و اصل دو ماده طبیعی شگفتانگیز هستند که مزایای زیادی برای سلامتی دارند این دو ماده به شکل پردازش نشده و خام می توانند طیف گسترده ای از مشکلات مربوط به سلامتی را درمان کنند با ترکیب کردن سرکه و اصل با هم می توانید مزایای این دو داروی طبیعی را افزایش دهید علاوه بر این افزودن اصل شیرین به سرکه سیب باعث می شود که نوشیدنیتان خوشتمتر و گواره تر شود. مصرف ترکیب سرکه سیب و اصل می تواند به شما در مبارزه با درد مفاصل کمک کند. اختلالات التهابی را کاهش دهد، علائم گوارشی را بهبود دهد و به درمان بسیاری از بیماری های دیگر کمک کند. سرکه سیب و اصل به علت خواص ضد باکتری، ضد کننده، ضد التهابی و ضد قارچی که دارند، سلامت بدن را بهبود می بخشند. در ادامه اطلاعاتی در مورد روش های مختلف استفاده از سرکه سیب و اصل برای تقویت سلامت خود و کمک به جلوگیری از عفونت کسب خواهید کرد. پیش از هر چیز دیگری باید به خواص داروی سرکه سیب و اصل نگاهی بیاندازیم تا ببینیم چرا این دو ماده تا این حد موثرند. سرکه سیب از سیب های خرد شده و سپس تقطیر و تخمیر شده تولید می شود. حاصل این مراحل مایعی است که اسید استیک زیادی دارد. ژورنال پلاسوان گزارش داد که اسید استیک یک عامل ضد باکتری طبیعی است که میتواند بسیاری از گونه های مضر باکتری را از بین ببرد این تاثیر میتواند به جلوگیری از عفونت های پوستی از بین بردن رادیکال های آزاد در پوست و سرعت بخشیدن به فرایند بهبود زخم کمک کند طبق تحقیقات منتشر شده در ژورنال ادوانس ووندکار، کار اسید استیک ضد عفونی کننده نیز هست و میتواند به درمان عفونت های مزمن نیز کمک کند اما مزایای اصل اصل خام و فراوری نشده یکی از طبیعی ترین مواد خوراکی موجود است اصل یک درمان خانگی شناخته شده است و به مدت قرن برای درمان بیماری های مختلف مورد استفاده قرار گرفته است به عنوان مثال مجله شیمی کشاورزی و مواد غذایی گزارش داد که اصل شامل ترکیبات است که آنتی اکسیدان های قوی هستند معروف است که این ترکیبات برای ارتقاء سلامتی و پیشگیری از بیماری های مختلف مفیدند هنگامی که اصل خام و سرکه همراه با یکدیگر استفاده می شوند دارای توانایی های شگفت انگیزی برای جلوگیری از عفونت ها و درمان بیماری های مختلف می شوند اما مزایایی که سرکه و اصل برای سلامتی دارند مصرف منظم سرکه سیب و اصل می تواند به کنترل و به طور طبیعی کاهش التهاب که موجب درد مفاصل می شود کمک کند چنین تأثیری باعث می شود که سرکه سیب و اصل یک داروی خانگی مفید برای آرتریت یا التهاب مفاصل و سایر اختلالات التهابی باشد که بر مفاصل تاثیر میگذارد مطالعه که در سال 2004 منتشر شد نشان داد که مصرف سرکه سیب تاثیر قابل توجهی در کنترل درد مزمن و التهاب دارد مطالعه جدیدتری که در سال 2011 صورت گرفت نشان داد که حواس ضد التهابی اصل می تواند درد آرتریت و سایر بیماری های التهابی حاد و مزمن را درمان کند نوشیدن سرکه سیب در ترکیب با اصل می به شما کمک کند که از شر علائم سوزش سر دل که نوعی احساس سوزش در معده پس از خوردن غذاست خلاص شوید سرکه سیب و اصل هر دو کمک می کنند تا اسید معده متعادل شود و همچنین اصل دارای اثر ضد التهابی و تسکین دهنده در میریست. است یک مطالعه نشان داد که سرکه سیب نتایج مشابهی با آنتی اسیدها نشان میدهد و علائم سوزش معده را کاهش می‌دهد. محققان اظهار کردند که ممکن است این ماده برای کسانی که به داروهای سوزش سر دل پاسخ نمیدهند مفید باشد ژورنال هندی تحقیقات پزشکی گزارش داد که خواص داروی اصل می تواند به کاهش علائم ریفلکس اسید کمک کند خواص آرامبخش اصل بر روی گلو و مری نیز به کاهش سوزش سر دل کمک می کند سرکیسی به اصل فقط علائم سوزش سر دل را از بین نمیبرند بلکه این دو همچنین سلامت دستگاه گوارش را نیز بهبود می دهند. ماهیت اسیدی سرکه سیب به تحریک آنزیم های مورد نیاز برای حزم مناسب کمک می کند و اصل بسیاری از مشکلات گوارشی را تسکین می دهد. گروه نشر ساینسکی و از هاروارد گزارش داد که سرکه سیب کمک می کند تا پروتئین ها تجزیه شوند و همینطور حزم چربه های دستگاه گوارش را تحریک می کند. ژورنال طب مکمل و جایگزین بی ام سی معتقد است که اصل فرایند هضم را به طرق مختلفی بهبود می دهد. به عنوان مثال محققان دریافتند که اصل دارای بیش از 180 ماده مفید است. این مواد با هم برای کمک به تعادل میکروفلورهای ظریف در روده کمک می کند و دارای خواص ضد میکروبی نیست هستند. همچنین این ترکیب به فرایند کاهش وزن کمک می کند. یکی از مزایایی که مصرف منظم ترکیب اصل و سرکه برای سلامتی دارد این است که می تواند به کاهش وزن کمک کند سرکه سیب اشتهایتان را سرکوب کند، سطح قند خونتان را کنترل کند و از تجمع چربی در بدن جلوگیری کند. اما اگر سوالتان این است که آیا واقعا ترکیب سرکه سیب و اصل به شما در کاهش وزن کمک میکند مطالعه جالبی که در ژاپن صورت گرفته نشان داد که دوز سی میلی لیتر سرکه در ترکیب با 500 میلی لیتر آب به طور روزانه باعث کاهش میزان چربی بدن و کاهش سایز دور کمر در افراد چاق می شود. مطالعه دیگری نشان می دهد افزایش سرکه به بعدهای غذایی باعث افزایش احساس سیری می شود و در نتیجه کالری دریافتی شما را کاهش می دهد. با افزودن کمی اصل به نوشیدنی سرکه سیب می توانید تعم و بهتری به نوشیدنی کم کننده وزنتان بدهید و در عین حال بدن خود را از سموم پاکسازی کنید دانشگاه ایلینوی گزارش داد که خوردن اصل فرایند سمزودهی بدن را فعال می کند. ترکیب سرکه سی و اصل را بنوشید تا به طور طبیعی سطح کلسترولتان کاهش یابد و سلامت خود را حفظ کنید. جورنال تغذیه بریتانیا گزارش داد که اسید استیک به بدن کمک می کند که اسیدهای چرب را پردازش کند و تولید صفرا را افزایش دهد و به این ترتیب میزان کلسترول را کاهش میدهد مطالعه در رابطه با اثرات کاهش کلسترول اصل نشان داد که مصرف منظم اصل باعث کاهش کلسترول LDL یا همان کلسترول بد و افزایش کلسترول HDL یا کلسترول خوب می شود. مصرف نوشیدنی سرکه سیب و اصل علاوه بر اینکه کلسترول را کاهش میدهد یک راه عالی برای بهبود سلامت کلی قلب و جلوگیری از بروز مشکلات مرتبط با قلب است. تحقیقاتی که در مورد خواص داروی اصل صورت گرفته است نشان میدهد که این ماده خوراکی حاوی آنتی اکسیدان های قوی است آنتی اکسیدان های موجود در اصل می تواند به جلوگیری از بیماری های مختلف قلبی و عروقی کمک کند به عنوان مثال اصل باعث جلوگیری از لخته شدن خون می شود و کلسترول بعد را کاهش می دهد در نتیجه خطر ابتلا به سکته مغزی و حمله قلبی را کاهش می دهد سرکه سیب با کاهش کلسترول و همچنین کاهش فشار خون بالا به سلامت قلب کمک می کند. یکی دیگر از مزایای ترکیب سرکه و اصل این است که به طور طبیعی باعث کاهش فشار خون می شود و این برای قلب نیز فایده دارد. در واقع هم اصل و هم سرکه خواص خوبی دارند که دارای فعالیت ضد فشار خون هستند. سرکه سیب و اصل می تواند به افراد مبتلا به دیابت کمک کند که سطح قند خونشان را بهتر کنترل کنند. هم اصل و هم سرکه سیب تاثیر مثبتی بر حساسیت به انسولین دارند و دارای مزایای زیادی برای سلامتی هستند. نوشیدن ترکیب سرکه سیب و اصل در هنگام صبح یا قبل از ورزش می تواند انرژی شما را افزایش دهد. ژورنال ساینس امریکن مطالعه ای از دانشگاه منفیس را منتشر کرد که نشان می دهد اصل در بهبود سطح انرژی نیز به خوبی گلوکوز است. آنها دریافتند که اصل یکی از مؤثرترین شکل های کربوهیدرات است که قبل از ورزش میتوانید مصرف کنید. خواص ضد عفونی کننده سرکه سیب و عسل می تواند به کشتن عفونت هایی که باعث گلو درد و سرفه می شوند کمک کند. همچنین خواص ضد میکروبی و تسکین دهنده عسل به طور طبیعی باعث کاهش سرفه و از بین رفتن میکروب های گلو می شود. خواص ضد باکتری ترکیب سرکه سیب و داروی برای پوست است هم اصل و هم سرکه سیب برای درمان اگزما پسوریازیس آکنه روزاسا آکنه و دیگر بیماریهای التهابی پوست استفاده می شود. اصل و سرکه سیب با هم داروی موثری را برای خلاص شدن از شهر آکنه می مطالعات زیادی که در این زمینه انجام شده نشان می دهند که سرکه سیب یک عامل ضد میکروبی موثر است شما می توانید سرکه سیب را برای پاک کردن کثیفی و چربی های اضافی از منافذ پوستتان استفاده کنید. اصل همچنین به ترمیم پوست آسیب دیده کمک می کند و میکروب هایی که می توانند منافذ را آلوده و ملتهب کنند از بین می برند. خواص ضد میکروب سرکه سیب و اصل در کنار هم می تواند به از بین بردن بوی بد دهان کمک کند. بوی بد ممکن است در اثر باکتری های روی دندان ها ایجاد شود یا ناشی از زخم معده باشد. نوشیدن ترکیب سرکه سیب و اصل در هنگام صبح و با معده خالی میتواند به حذف باکتری از دهان کمک کند فعالیت های ضد باکتری این دو ماده نیز میتواند در درمان زخم معده موثر باشد برخی از مطالعات اولیه نشان دادند که سرکه میتواند رشد برخی از سلولهای سرطانی را مهار کند اما برای به دست آوردن مزایایی که نوشیدن سرکه سیب و اصل برای سلامتی دارد مهم است که اصل و سرکه ای را استفاده کنید که فراوری نشده و هنوز هم در حالت خام خود باشد برای آماده کردن نوشیدنی سرکه سیب و اصل لطفا این مراحل را دنبال کنید یک قاشق چایخوری اصل خام را با یک قاشق چایخوری سرکه سیب مخلوط کنید مخلوط سرکه و اصل را به 240 میلی لیتر آب اضافه کنید نوشیدنی سرکه سیب و اصل را یک تا سه بار در روز بنوشید تا اوضاع سلامتی شما بهبود بیابد با گذشت زمان به طعم سرکه عادت میکنید بنابراین فقط چند بار اول باید آن را تحمل کنید یا میتوانید توانید اصل بیشتری به آن اضافه کنید. اما دقت داشته باشید که مصرف بیش از حد سرکه سیب میتواند باعث کاهش سطح پتاسیم شود و در نهایت به پوکی استخوان منجر شود. با این حال مصرف روزانه یک تا سه قاشق غذاخوری به صورت رقیق شده در آب برای مصرف کلی بدون خطر اعلام شده است. نظر شما در این رابطه چیست؟ لطفا در قسمت کامنت ها با ما در میان بگذارید و برای حمایت از ما این ویدیو را لایک کنید.